अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, राजे आ भूलता है और कोई हीर तेरी, अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, राजे आ भूलता है और कोई हीर तेरी। दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया, जब से तेरा नहीं दिल ना किसी का रहा। الینا دخترم، صابونتو کامل بخور، همه اینا رو تموم کن. باشه مامان، دارم میخورم دیگه. شما منو بچه فرض کردی؟ آره، برای من هنوز بچه ای، مگه نه؟ اگه من حواسم بهت نباشه، تو که اصلا مراقب خودت نیستی عزیزم. راستی داشتی میگفتی که توی اون مؤسسه بخشای هنری هم هست؟ داره؟ آره مامان، اونجا همه بخشا رو داره. من فکر میکردم بخش کامپیوتر ثبت نام کنم و در کنارش آشپزی و نقاشی هم برم. دوره‌های کوتاه مدته، تایمش هم هماهنگ میشه. آره خوبه دخترم، خب هر جور دلت میخواد همون کارو بکن عزیزم، آدم مشغول باشه خوبه. از این ناراحتم که مؤسسه همین بغل بود و من تازه فهمیدم. ای کاش زودتر فهمیده بودم، الکی وقتم هدر رفت. من خوب میدونم که دخترم چقدر با استعدادی، همین الانم خیلی کارا میتونی بکنی. نجمه؟ بله. داروهای مامانو بیار. چش، میارم. تو به فکر داروها نباش، صابونتو بخور. مامان میخورم دیگه. نه جلوی من، بابا صابونمو بخورم. امان از دست این دختر. خانم جون، از وقتی الینا خانم میخواد بره مؤسسه شما خیلی خوشحال به نظر میرسیم. آره خیلی خوشحالم، دختر من خیلی خوبه، ایشالله خدا تقدیرشو هم خوب کنه. آمین. من دیرم شد، حواست باشه، مراقب مامان باش. دخترم نگران من نباش، من خوبم عزیزم، برو به سلامت. اگر چیزی شد به من زنگ بزن، اگر خسته شد تلویزیون رو براش روشن کن، نگاه کنی. باشه خانم جون، نگران نباشی. عزیز دلم قربونت، خدا از مامان مراقبش باش، برو به سلامت. همه خونه رو دنبالت گشتم، تو اینجا وایستادی، چی شده؟ از دیشب دارم میگم مامان، منو ببر پیش شهزاده و ما رو با هم آشتی بده، اما شما که حرفمو نمیشنوی. من میشنوم دخترم، دارم فکر میکنم که چی کار باید بکنم. باید چی کار کنی؟ فقط منو بردار ببر و سوء تفاهمی که بین ما پیش اومده رو برطرف کن و آشتیمون بده. به این راحتی ها نیست، به خاطر این کارهای احمقانه شهرزاد جوری عصبانی شده که تو رو از خونت انداخته بیرون. به این زودی میخوای برگردی؟ کسی منو از خونه بیرون ننداخته، شهزاد بهم سیلی زد، خودم ول کردم اومدم. خب چی کار میکردم؟ یکی منو بزنه و من چیزی نگم و عصبانی نشم و آروم همونجا بشینم؟ انا تو چرا اینقدر دروغ میگی ها؟ همش تقصیر خودته. آخه تو اصلا چی میخوای؟ من خیلی خوب میدونم که دوارم تو شروع کرد. مامان این چه حرفیه میزنی؟ میدونی شهزاد چقدر با صدای بلند با هم حرف میزنه؟ همش دعوام میکنه، به هم گیر میده و طعنه میزنه. اون وقت من ساکت بشینم و دهنمو ببندم و چیزی نگم؟ خب منم آدمم دیگه، یهو یه چیزی از دهنم میپره. گوش کن، زنهای زبون دراز خون زندگیشون سر سامون نمیگیره، فهمیدی؟ تو نمیخوای که من و شهزاد دوباره آشتی کنی مگه نه؟ اون روز به هم گفتی که بیا ببرمت پیش شهزاد و با هم آشتیتون بدم و سوء تفاهمو برطرف کنم. حالا چی شده؟ آره آره، اینو من همون موقعی گفتم که اومده بودی اینجا، ولی تو گفتی شهرزاد خودش زنگ میزنه و خودش میاد دنبالم. نه شهرزاد بهت زنگ زد و نه اومد دنباله، چون که الان دیگه تو دلش عشقی برای تو نمونده. به خاطر رفتاری بچگانت ارزش و احترام خودتو از دست دادی. اصلا اینجوری نیست، مطمئنم که دلتنگمه. حالا چیه مگه اون دنبالم نیومده یا تماس نگرفته؟ چون بهش بی احترامی کردم، حالا خودم میرم و
ازش معذرت میخوام. واسه همینه اون روز بهت گفتم که احترام خواهر شوهرتو خیلی داشته باش. اگه تو دلشو به دست میوردی الان اون به دردت میخورد. مامان بس کن، من به اون احترام نمیذارم. مگه اون به هم احترام میذاره که من احترام بذارم؟ اون شهزادو پر کرده، من میدونم. واسه همین شهزاد به هم سیلی زده. تعجب کردم که چرا انقدر عصبانی. بعدش فهمیدم کار فروهه. عقلتو به کار بنداز، بدون ساختن زندگی به این آسونی ها نیست. ما وظیفه داریم واسه همه اعضای خانواده شوهرمون ارزش قائل بشیم. احترام گذاشتن به اونا وظیفه ما. یه لحظه، من به همه احترام بذارم و اونو به هم بی احترامی کنن؟ فقط میخوای بی سر و صدا توهیناشونو تحمل کنم؟ ماما یه ذره عاقل باش لطفا. ببین الان به لحن حرف زدن دقت کن، این چه ترس حرف زدن با منه؟ ای بابا مامان، شما همیشه در حال نصیحت کردنی. معلومه که عصبانی میشم. باشه قول میدم، قسم میخورم دیگه هیچ وقت بیادبی نمی کنم. قول میدم. اما این بار به حرفم گوش کن، ما رو با هم آشتی بده. باشه قبول، باید فکر. باشه شما فکر کن، من برم لباسم رو جمع کنم، برای چاییم در میکنم. من خیلی نصیحتش کردم. انشالله از این به بعد اشتباه نمی کنه. دیگه به هم قول داده. خاله، حرف سر اینه که ذات انسان چی باشه؟ اون هیچ وقت عوض نمیشه. انجام دادن این کارا تو ذاتشه. اینجوری نگیر. بعد از خدا من به شما اعتماد کردم. به شما امید داشتم. این دفعه ببخشیدش. میخواین من کارشو براتون بگم؟ پس گوش کنین. ساعت 11 صبح از خونه میره بیرون و ساعت 10 شب برمیگرده. باشه ما جلوی تفریحشو نگرفتیم، اما خب باید حداقل حواسش به زندگی خودش هم باشه دیگه، درسته خاله؟ دخترای شریف و نجیب اینطوری رفتار میکنن، شما این وسطو جور کردین. اخلاق دخترتون رو گفتین؟ گفتین اهل گشت و گذارین؟ علاقه داره با دوستاش ولخرجی کنه؟ ماما تو خونه خدمتکار هست. ساکت باش، تو خونه خدمتکار هست، داریم حرف میزنی. واسه ایشون پول همه چیزه، حتی این به خاطر پول ازدواج کرده. شوهر که اصلا براش ارزشی نداره، واسه این فقط پول ارزش منده. مگه نمیگفتی هرچی دارم برای تو هم هست؟ خب حالا یکم خرج کردم، چرا انقدر منت سرم میذاری؟ چی کار میکنی هنا؟ بزرگترها دارن حرف میزنن، چرا میپری وسط حرفشون؟ درست میگن. حالا خودتون دیدین خاله؟ دیدین که چقدر زبون درازی میکنه؟ با منم همین رفته رو داره. حالا شما گفتین باش حرف زدین و آوردینش اینجا و خیلی شرمنده است. شرمندگی اینجوریه؟ به این میگن شرمندگی؟ اینو اگه از یه کاری منش کنیم، زبونش اونقدر تند و تیز میشه که حتی خدمتکارای خونم به جاش خجالت میکشن. خودش خیلی خوب میدونه که چی کارا کرده. خاله من معذرت میخوام، ولی این خانم دیگه تو این خونه جایی نداره. اینجوری نگو پسرم، من همین یه دونه دختر رو دارم، خیلی با ناز و محبت بزرگش کردم، فقط به خاطر محبتهای من یکم لوس شده. یکم لوس شده؟ خاله این چه حرفیه که میزنیم؟ مردم از کنارش رد میشن، با صلوات رد میشن. خاله شما خیلی خوشخیالی. دخترم شما باید جدیت نشون میدادیم. وقتی بیرون میرفت باید شما جلوشو میگرفتیم. به هر حال لطفا این بار ببخشینش، فقط به خاطر من. هنا معذرت بخوام از شوهرت و خواهر شوهرت معذرت خواهی کن. معذرت خواهی کن. معذرت خواهی کن دیگه. منو ببخشین، معذرت میخوام. کافیه دیگه هنا، ما به عذرخواهی و ببخشید تو نیازی نداریم. تو باید خودتو از ریشه تغییر بدی هنا، فقط همین.
نه دخترم لطفاً، این دفعه به خاطر من. آره شناز بس کنین دیگه، من که بهتون گفتم ما تصمیم خودمونو گرفتیم، به هیچ وجه دیگه نمیخوایم حالا تو این خونه بریم. من یه جلسه مهم دارم، باید برم شرکت. باشه. من فکر کردم اگه شما بهش بگید. آخر جان آصف الان زنگ میزنه و پسرم هم دلتنگمه، من دیگه باید برم. با اجازتون شما چایتون رو میل کنید، من الان به نوری میگم براتون چای میاره. نوری راحت شدی؟ حالا حسابی بی‌آبرو شدیم. من بی‌آبرو نشدم، تو شدی. یواشتر پاشو بریم، تو خونه حسابتو میرسم. پاشو مامان جون بریم خونه، مادر و دختر کلی حرف شنیدیم ازشون. چی کار کنم؟ هنوی تموم رشته هاشو پنبه کرد. فکر نمی کردم تا این حد بد شده باشه. شهزاد و خواهرش خیلی از دست شاکی شدن. می خواهی من کارشو براتون بگم؟ پس گوش کنید. ساعت 11 صبح از خونه میره بیرون و ساعت 10 شب برمیگرده. باشه ما جلوی تفریحشو نگرفتیم، اما خب باید حداقل حواسش به زندگی خودشم باشه دیگه، درست خاله؟ دخترای شریف و نجیب اینطوری رفتار میکنن، شما این وسط رو جور کردیم. اخلاق دخترتون رو گفتین؟ گفتین اهل گشت رو گذاره؟ علاقه داره با دوستاش ولخرجی کنه؟ نه دخترم لطفاً، این دفعه به خاطر من. حال شناز بس کنین دیگه، من که بهتون گفتم ما تصمیم خودمون رو گرفتیم، به هیچ وجه دیگه نمیخوایم حنا تو این خونه بمونیم. این آدم های خیلی خوبی هستن که تا حالا تحملش کردن، ولی اون اصلا متوجه رفتارش نیست. این دختر اصلا پشیمون نبود، جلوی اونا هم زبون درازی میکرد. چی کار کنم؟ چطوری آشتیش بدم؟ بهتره با قدسی و الینا حرف بزنم، به واسطه اونا شهزاد و خواهرش رو راضی میکنن، شایدم همه چی درست بشه. با حماقتاش هم شهزاد و هم خواهرش رو ناراحت کرده. اونا به هیچ وجه اصلا نمیخوان کوتا بیان. ازتون خواهش میکنم شما براش یه کاری بکنی. ولی شهناز ما چی کار میتونیم بکنیم آخه؟ ببین این مسئله یه خونوادگی خودتونه. ببین قدسی، من یه زن تنها به سختی زندگی دخترم رو سر و سامون دادم، حالا اون با دست خودش نابودش کرد. اونا آشنای شما، من با هزار امید اومدم پیش تو. خاله وقتی تصمیمشون رو گرفتن چرا به ما گوش بدن؟ و شما باید با اونا حرف بزنی نه با ما. ببخشید ما توی این قضیه دخالت نمی کنیم. دخترم من پیش اونا رفتم، اما قبول نکردن که هنو دوباره برگرده تو اون خونه. دختر من شاید کم عقل باشه، اما قلبش پاکه. اون دختر بدی نیست. اگه شما به ما کمک کنی شاید این مشکل حل بشه. اون میخواد اشتباهش رو جبران کنه. باشه باشه نگران نباش، من با فرو حرف میزنم ببینم چی میشه، شاید راضی شه. مامان میخواین چی بگی؟ و درسته که تو مسائل دیگران دخالت کنی؟ مگه شما چی کار میتونیم بکنی؟
دخترم بالاخره با فرو رابطه یه خانوادگی داری. ممکنه اون به حرف من گوش کنه و راضی بشه عزیزم. به خاطر خدا این کارو میکنی. اون بنده هاشو دوست داره. ثواب داره دو نفر رو آشتی بدم. من شب و روز دعاتون میکنم. خدا دخترتون رو خوشبخت کنه. امیدوارم یه مرد صالح نصیب الینا خانم کنه. آمین. شما در حق دختر من خواهری کنید. انشاءالله خدا پاداشتون رو بده. نگران نباش، همه چی درست میشه انشاءالله. من همه عمرم مدینتون میمونم. بفرمایید آقا، اینم پرونده منصور. باشه، کارت خوبه، آفرین. ممنون آقا. آقا منصور یه آدم باجگیر، سالی دو سه بارو میفته زندان. معمولا دخترها رو تهدید میکنه و با ازشون پول میخواد، مستم میکنه. یکی از اراذل و باشای مشهور محلشون و اون و دیگه چی؟ چیزی میخوای بگی؟ آقا حنا خانوم هر هفته یا دو هفته یه بار با منصور توی رستوران ملاقات میکنه. هر دو با هم در ارتباطن و به حساب منصورم پول واریز میکنه. باشه تو برو. ممنون آقا. مامان شما نباید تو مسئله هن رو دخالت میکردی. مگه ندیدی با من چی کار کرد؟ همش رو میدونم عزیزم، ولی من دلم به حال مادرش سوخت. خیلی بیچاره به نظر میرسید. آخه من خودم مادرم. با این حال نباید دخالت میکردی. ذات اون هیچ وقت عوض نمیشه. اون همون کاریو میکنه که خودش میخواد. الکی من و شما پیش فروه و شهزاد خودمونو سباک میکنیم. دخترم ممکنه اون تغییر کنه. شاید درست بشه. آخه این که مسئله زندگی خودشه. نمیدونم مامان، ولی فکر نکنم هیچ وقت عوض شه. ما دیگه چی کار میتونیم بکنیم؟ ولی وظیفمونو انجام میدیم عزیزم. شما رو چه حسابی تصمیم گرفتید که آشتیشون بدین؟ مگه ندیدی اون هنوی بدجنس چه کارایی باد کرده لینا؟ میدونم عزیزم، ولی نمیتونستیم کاری بکنیم. خاله داشت گریه میکرد. مامانم طبق معمول دلش براش سوخت. پس چی؟ این که مشکل ما نبود. تو هم نباید اجازه میدادی که مامان تو این موضوع دخالت کنه. باشه تو آروم باش. تو چرا عصبانی میشی؟ من قبلنم با مامان حرف زدم. یه بار دیگه هم بهش میگم. باشه بی خیال. بگو ببینم شهزاد با اونی که تهدیدت میکرد چی کار کرد؟ پیداش کرد؟ نمیدونم، تو فعلا که تماس نگرفته. پس ایشالله چیز خاصی نیست. آره امیدوارم. اوف خدایا، تو که میدونی از دیشب تا حال من بده. به جای اینکه کمکم کنی و به کارهای خونه برسی، مشغول گشت و گذاری. اونم خدا میدونه کجاها میری. هزار دفعه گفتم بهت یه خدمتکار استخدام کن، چرا گوش به حرف نمیدی؟ منو ببین، من به قدسیه میگفتم که دخترم کاملا عوض شده. از این به بعد همه کارهای خونه رو بهش یاد میدم.
ولی خیلی اشتباه کردم. نه، ببینم قدسی از کجا پیدا شد؟ کی گفت باش حرف بزنیم؟ با اون حرف نزنم، با کی حرف بزنم؟ اون قراره آشتیتون بده. استغفر الله، مامان عقل تو از دست دادی؟ اون از خداش زندگیم خراب بشه که دختر خودش عروس اون خانواده شه. مزخرف نگو دختر، بعد از خدا اونی که به ما گوش میده. حتی اون بهم گفت که میره با خواهر شوهرت حرف میزنه، در مورد تو باهاش حرف میزنه. چرا نمیفهمی؟ الکی اونا رو قاطی کردی، زندگی دخترش رو نتونست نجات بده، زندگی منو میخواد درست کنه. تو اول به فکر اون زبون درازت باش، حداقل یاد بگیر با مامانت چجور حرف بزنی. یکی مثل اون الینا خانوم مؤدب چقدر قشنگ با مامانش حرف میزنه، یکی هم مثل تو بی طبیعت. مامان اون 10 تا خدمتکار براش گرفته، تو برای من چی کار کردی؟ دیوونم کردی همش الینا. خسته شدم اینقدر اسمشو شنیدم. اینم از رفتارش، خدا چی کار کنم من دستش؟ اصلا عقل و شعور نداره، به درد هیچی نمیخوره. ولش کن، اصلا براش مهم نیست که مامانش مریضه. اگه هنا اینجا بود بهتر میشد. خاله از شما چه پنهون؟ رابطه ی هنا و شهزاد و تمام شده فرض کنین. بالاخره انسان اشتباه میکنه، ولی الان وقتشه که اون اشتباه جبران بشه. اینجوری نگو دخترم. خاله من درست میگم، ما با هنا دعوایی نداریم، ولی هنا اصلا زن زندگی نیست. شهزاد خیلی تلاش کرد. خاله اگه تو زندگیم پشیمونی دارم، فقط اینه که چرا با هنا ازدواج کردم. کاش میتونستم زمانو به عقب ببرم و با هنا به هیچ وجه ازدواج نمیکردم. پسرم، از شنیدنش خیلی متاسف شدم. بله خاله، ما هم خیلی متاسفیم. الینا، درسای تو چطور پیش میره؟ خوبه. خیلی هم عالی. از بیکار نشستن تو خونه خیلی بهتره، درسته میگم؟ وقتی مشغول به چیزی باشی زمان زودتر میگذره، یه چیزی هم یاد میگیری. خانم جون، غذا حاضره. خواسته ها محدودیتی ندارن، بسیار و پراکندن، ولی وقتی توی دل کسی خونه میکنن باهاش یکی میشن. دیگه درست یا اشتباه براشون فرقی نمیکنه، توی مسیر زندگی به راهشون ادامه میدن. شما اینجا وایسادید، من داخل دنبالتون میگشتم. هوای تازه رو دوست دارم، واسه همین اومدم بیرون. دیگه چی ها دوست دارید؟ چیز خاصی نه، فقط چیزای خوب رو دوست دارم. راستش یه آدمایی هستن که همه ازشون خوششون میاد، یکی شمایی. به هر حال شما میخواید کار کنید؟ کار؟ آره، تو شرکتم یه پست خالی دارم، راحت میتونید پیش ببرید. آخه فعلا یه دوره آموزشی دارم، اون که تمام بشه راجبش فکر میکنم. راستی الینا، اون ناشناس دیگه بهت زنگ نزد؟ نه دیگه زنگ نزد. شما
شما راجبش چیزی فهمیدی؟ شما کاملا درست میگفتین. اون با حنا در ارتباط بود و هر کاری که کرده به گفته یه حنا بوده. فرینا، من فکرشم نمی کردم که حنا تا این حد میتونه پیش بره. حالا؟ به هر حال اون دیگه با من نیست. من تصمیمامو گرفتم. شهزاد، تصمیم به این بزرگی به این راحتی نگیر. یه خورده بیشتر فکر کن. چه فکری الینا؟ من با اون زن نمیتونم بمونم. خدا رو شکر که ازش بچه ای ندارم. وگرنه تصمیم گرفتن برای این موضوع خیلی سخت. اما دیگه نه. دیگه نه. امشب الینا چقدر غمگین بود، چقدر مظلومه، و در مقابل حنا چقدر بی‌ادب و زرنگه. آبجی درست میگفت که الینا چقدر پاکه. اینجور آدم ها کمیابه، باید قدرشونو دونست. علی و اسین هر دوشون واقعا بدشانسه. زنگ میزنه. الو. الو، سلام خاله. علیکی سلام. شما؟ خاله جون، منم حنا هستم. که اینطور. چطوری دخترم، خوبی؟ خب راستش میخواستم بپرسم با شهزاد تونستین حرف بزنی؟ آره دخترم، اما ببین یه خورده زمان نیاز داره. خاله جون، میخواستم خواهش کنم که زودتر برام یه کاری بکنین، چون حال مامانم این روزا اصلا خوب نیست. دخترم، من که همه یه تلاشمو میکنم دیگه، هر جور خدا خودش صلاح میدونه. ایشالله که درست میشه. حالا هر وقت که راضی شد لطفا به هم خبر بده. باشه، من بهت خبر میدم. خداحافظ. این پیریم کاری نمی کنه. دختر عجیبیه. الینا راست می گفت، این دختر عوض بشو نیست اصلا. خوب شد زیاد حرف نزدم، وگرنه خیلی شرمنده می شدم. با این 10,000 تا میتونی عمرت تو بگذرونی؟ بالاخره یه جوری میگذرونم الینا. چشامو رو همه چی میبندم، فقط وسایلی که لازم دارم و میگیرم. فصل عوض شده و باید برای دخترم لباس بخرم، واسه همین پول لازم داشتم. این شوهرت اصلا بهت هیچ پولی نمیده؟ همین که خرج خونمونو داره میده خیلی لطف میکنه. کار که نمیکنه، فقط ول میگرده و تلفنی با دخترها حرف میزنه. خب از کجا پول بیاره؟ به مرور زمان همه چی درست میشه. نگران نباش. چای میخوری؟ چای رو ول کن. خودت چطوری؟ چی کار میکنی؟ من که دارم میرم به یه مؤسسه کامپیوتر. اونجا خیاطی هم درس میدم. تازه کارم میدم. میتونی بیای اونجا مشغول به کارشی؟ میخوای من باهاشون حرف بزنم؟ شاید قبول کردن که استخدامت کنم.
ولی چرخ حیاتی ما که منصور خیلی وقت پیش شکست. تو نگران نباش، من برات میخرم. وقتی لباسم رو بدوزی از پول اون کسر میکنم. بهش فکر میکنم. فکر نکن، عمل کن. تازه عزیزم، من لباس زیاد دارم، از همسایه‌ام سفارش میگیرم، پس کارت خوب پیش میره. امروز برو یه چرخ بخر، من با راننده میفرستمت. خوبه؟ خوبه. با مؤسسم در این مورد حرف بزن. راستی حال رامشا چطوره؟ خیلی خوبه. واسه من عکسشو فرستادی. بذار بهت نشون بدم. نگاه کن. راستش مامان، کلاسای کامپیوترم تموم شد. الان بگین چیکار کنم؟ کلاسای نقاشی برو. از بچگی که بهش علاقه داری عزیزم. آره اینم خوبه. اول از همه واسه اتاق شما نقاشی میکشم. باشه؟ حرف خیلی خوبی زدی. همه یه تجربه هاتو توی اتاق من کسب کن. این دیگه کیه؟ زنگ میزنه. هلا؟ چرا زنگ میزنه؟ همینو میخواد بپرسه که با فرو به حرف زدم یا نه. پس واضح بهش بگو. بگو نمیخواد آشتی کنه. مشکلاتشو خودش بره حل کنه. چرا ما رو اذیت میکنه؟ دخترم، من چطور میتونم امید کسی رو ناامید کنم؟ اگه شما نمیتونی بده به من. من بهش میگم بده. بیا. گوشی رو قطع کرد. این دفعه اگه زنگ زد تو باهاش حرف بزن، باشه؟ مامان شما هم که. فروه. الو. سلام الینا جان، چطوری؟ سلام، چطوری؟ خوبی؟ ممنونم، منم خوبم عزیزم. راستش الینا، نزدیکای رفتنم شده، باید یه مقدار خرید کنم. اونقدر کار ریخته سرم که نپرس. میخواستم ببینم اگه تو وقت داری میتونی با من بیای بریم فروشگاه خرید کنی؟ بذارین از مامان بپرسم. یه لحظه گوشی. باش عزیزم. چیه دخترم؟ مامان میگه تو خریدام به هم کمک کن. بهش چی بگم؟ آره دخترم، برو بهش کمک کن. واسه خودت هم یه سری چیزا بخر عزیزم. الو. باشه فرو، پس برای خرید باهاتون میام. پس من نیم ساعت دیگه بیام دنبالت؟ نه، ساعت یک خوبه، چون کلاسم ساعت 11 تموم میشه، واسه همین ساعت یک باشه خیلی بهتره. باشه حتما، چرا که نه، من ساعت یک میام دنبالت، مشکلی نیست. میبینمت، خداحافظ. باشه، منتظرم. پس میبینمتون. خداحافظ. آره خوبه، بهتره بری کمکش کنی عزیزم. خیلی هم خوب میدونم که چطور با کمک منصور الینا رو تهدید میکردی. شهزاد من فهمیدم. هنا، چطور تونستی به خاطر تنفر و حسادتت به الینا همچین کاری کنی؟ هیچ وقت فکرش هم نمیکردم. شهزاد من بهت توضیح میدم، بهم یه فرصت بده. من همه چی رو میدونم، لازم نیست بهم توضیحی بدی. گوش کن، ببین چی دارم بهت میگم. از الان و همین لحظه این کار را یه بچگانت رو تموم کن، وگرنه علاوه بر منصور تو رو هم مطمئن باش تحویل پلیس میدم. باور کن، اصلنم از این کارم ناراحت نمیشم. شهزاد، به خاطر الینا این کارا رو میکنی؟ اسم الینا رو نیار. نمیخوام اسمشو حتی از زبونت بشنوم. هر کاری که بهت گفتم انجام بده، اگر نشک نکن به یه حال و روزی میندازمت که فکرشم نکنی. فهمیدی؟ اکیونه کیجی گویی اور تصویر تیری رانجه یا بولتا ہے اور کوئی ہیر تیری اکیونه کیجی گویی اور تصویر تیری رانجه یا بولتا ہے اور کوئی ہیر تیری درد کی جیل کا پانی وہ کیا پی لیا.
بابت تماشای این قسمت از شما ممنونیم. اگر از تماشای آن لذت بردید، لطفاً نظرات خود را برای ما بنویسید و این ویدیو را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.